هرچه زمان می‌گذرد، حجم رفتارها و اقدامهای ضد اسلامی هندوها و نیز حکومت هند علیه مسلمانان افزایش می‌یابد. این امر موجب شده که شکاف اجتماعی میان مردم هند هم روز به روز بیشتر شود و بر اساس تحلیل برخی کارشناسان مسائل سیاسی و داخلی هند، این کشور به سمت جنگ داخلی پیش می‌رود. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. روی کار آمدن ناریندرا مودی و آغاز تسلط سیاسی حزب مطبوعش یعنی بهارتیا جناتا در هند، خبر از آمدن سونامی ضد اسلامی در این کشور داد. سونامی که همچنان قربانی می‌گیرد. اگرچه بحث درباره بازنده و برنده انتخابات در کشورهای مختلف موضوع داغی است، باید توجه داشت که مسلمانان هند که از زمان روی کار آمدن مودی در سال 2014 میلادی به طور فزاینده‌ای مورد وحشت و تبعیض قرار گرفتن، بازنده بزرگ انتخابات در این کشور هستند. در سالهای حضور مودی در قدرت، خصومت علیه مسلمانان از تخریب خانه‌ها و آتش زدن زمین‌های کشاورزی تا پیگیری به دلیل داشتن حجاب گرفته و نیز زندانی شدن برای ذبح گاو عادی شده. به همین دلیل عجیب نیست که مسلمانان در هند از بحران تعلق رنج می‌برند. به حاشیه رانده شدن یکی از مهمترین عوامل رنج مسلمانان هند است. این به حاشیه رانده شدن در حوزه‌های مختلف تحصیلی و اشتغال قابل توجه است. وضعیت برای زنان مسلمان حتی سخت تر است. زنان مسلمان به حاشیه رانده شده با موانع بزرگی در زمینه تحصیل و کار مواجه هستند، زیرا ترس واقعی از آزار و اذیت و اسلام حراسی آنان را از مراکز تحصیلی و مؤسسه های آموزشی دور می کند. تحریم کسب و کارهای مسلمانان نیز در سراسر هند مشاهده می شود. صاحبان کسب و کار مسلمان در هند برای ادامه کار ناچارند اسامی هندو برای خود انتخاب کنند و افشا شدن این امر به ضرب و شتم در اماکن عمومی و بازداشت منجر می شود. در سطح اقتصاد رسمی نیز وضعیت برای مسلمانان دشوار است. واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی مسلمانان هند را در وضعیت دشواری هم در محیط‌های روزمره و هم در محیط‌های قانون‌گذاری و مجری قانون قرار داده است. آنها در مواجهه با تهدیدها برای تأمین امنیت خود ناچار به عقب نشینی می‌شوند و همین امر دسترسی آنها به مسکن، تحصیل و کار را محدودتر می کند. چرخه بی پایان بی سوادی و فقر نیز این گونه تداوم می یابد. در حالی که مسلمانان هند بر سر دوراهی قرار دارند، دولت هند هم با چنین شرایطی مواجه است. به حاشیه راندن دراز مدت 200 میلیون شهروند جامعه هند را بی ثبات خواهد کرد و این آشفتگی همه جوامع را فرا خواهد گرفت و حتی ممکن است این کشور را در معرض یک جنگ داخلی قرار دهد. علی اکبری، اخبار شیعه.